کاری کن طوری جذبت بشه که نان استاپ بهت فکر کنه و نتونه از فکرت در بیاد. میخوام بهت شاه کلید بدم. فقط کافیه خوب گوش کنی، دقت کنی و انجامش بدی. من مریم جعفری هستم. توی خیلی از مراجعینم مردایی رو میبینم که توی رابطه هستن اما اون دختر اونقدر که باید براش تلاش نمیکنه یا اصلا بهش فکر نمیکنه و جذبش نشده. یا حتی مردایی که وارد رابطه میخوان بشن، دیت و قرار اولو میرن اما اون دختر اونقدری که باید بهش فکر نمیکنه، بهش توجه نمیکنه و شیفتش نشده. میخوام با راهکارهایی که بهت میدم این حالت رو تبدیل کنی به حالتی که آنچنان شیفتت بشه و بهت فکر کنه و واسه تلاش کنه که خودتم بمونیش اتفاقی افتاده. خب قبل از اینکه بخوام شروع کنم باید یه نکته رو بهت بگم که آقایون خیلی از اوقات بدون اینکه خودشون بدونن دارن یه سری خطاها و اشتباهات رو انجام میدن که کاملا این خطا و اشتباه اصلی و اساسیه، طوری که حتی اگر روشایی که توی این ویدیو میخوام بهت بگم و اجرایی بکنی برات نتیجه نداره، مگر اینکه بیای مایندست و ذهنیتت رو طبق چیزی که توی ویدیوی چطور دوست دختر پیدا کنیم برات توضیح دادم اجرایی بکنی و بیای بعدش این روشایی که توی ویدیوهای بعدی گفتم و اجرایی کنی. پس حالا یا قبل از این ویدیو یا بعد از این ویدیو حتما ویدیو چطور دوست دختر پیدا کنیم رو ببین. بریم سراغ راهکارا. راهکار اول، چه توی رابطه باشی یا چه توی قرارهای اول دوم باشی، بعد یه چیزی رو بهت بگم به عنوان سوپاپ اطمینان. ببین زمانی که توی دختر رو میبینی مداوم یا دفعات اوله، یه جوریه که همه چی اوکیه، همه چی عالیه، اون مطمئنه که تو میخواش، اصلا داری واسهش دست و پا میشکنی، همش ترس از دست دادنشو داری که به کنار، یه جوری سوپاپ اطمینان داری بهش میدی و چیزی برای نگرانی براش نمیمونه، چیزی برای فکر کردن براش نمیمونه، کاملا براش قابل پیش بینی هستی. بذار یه مثال برات بزنم. مثلا وقتی قرارتون تموم شده مدام اینطوری میکنی، یه گزینه اول بهش اینطوری میگی من یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، شب زنگ میزنم با هم حرف بزنیم، ببین پس فردا قراره با دوستامون بریم بیرون، حتما تو هم بیا، جمعه است، سه روز دیگه فلان فیلم فلان سینما حتما بریم با هم دیگه ببینیمش، بیا با هم این کارو بکنیم. اونو غرقش میکنی و اونم به خودش میگه خب دیگه من که کلا اینو جذب خودم کردم، تموم شده رفته، هیچ ترسی نگرانی بابت اینکه میخواد بهم زنگ بزنه یا نه ندارم. حالت دوم که برات کار میکنه اینه که بهش بگی که بهت زنگ میزنم، با تماس میگیرم، به زودی میبینمت، دوباره همدیگه رو میبینیم، اما هیچ زمانی، هیچ تایم مخصوصی، هیچ آپشن مخصوصی، هیچ سوپاپ اطمینانی بهش نمیدی. وقتی میره خونه یا در ارتباط باهات هست همش منتظره، همش فکر میکنه بهم زنگ میزنه یا نه، دوباره منو میبینه یا نه، چه روزی رو ممکنه اوکی بکنه، یکی دوتا از برنامه‌هاشو به خاطر تو جابجا میکنه که ممکنه ببینیش. پس میاد بهت فکر میکنه، همش درگیرت میشه چون غیر قابل پیشبینی هستی و نمیدونه قراره چی کار بکنی. مورد بعدی، مورد مهم دوم، اینقدر قابل پیشبینی نباش لطفا. اینکه مدام طبق یه روتین خاص هی بهش زنگ میزنی، چه میدونم پیامای شب بخیر میدی. یه نکته رو قبلش بگم، خیلیاتون میگین که ما این تکنیک رو یاد گرفتیم که سریع جواب پیامش رو ندیم. آره این یه مثال خیلی ریز میتونه باشه، ولی هم که خیلی قدیمی شده هم خیلی دیگه جالب نیست. نمیگم ازش استفاده نکن، ولی خیلی باید خوب قلقش رو بدونی. اما اینکه طبق یه روتینی مدام زنگ میزنی، قابل پیشبینی هستی که الان کجایی، داری چی کار میکنی و الان شب بخیر میگی دیگه، قراره بخوابی، هیچ دلیلی دیگه برای فکر کردن بهت نداره، به چی میخواد فکر کنه، شب بخیر گفتی کارتو کردی خوابیدی دیگه. ولی حالا اگر که یه سری روتینا رو بشکنی، مدام شب بخیر صبح بخیر گفتناتو یه ذره بالا پایین بکنی، روتیناتو بشکنی، غیر قابل پیش بینی باشی، بهت فکر میکنه کجاست، چی کار میکنه، چه خبره، امشب شب بخیر نگفت، این کارو نکرد، اون کارو نکرد. اما حواست باشه این تکنیکایی که بهت میگم یه قلق خیلی خاص داره، اگر زیاد از حد انجامش بدی و توش افراط بکنی، چون وقتی انجامش میدی داری توجه میگیری، دقیقاً ضربه میخوری، چون اون اتفاقی که نباید تو رابطت میفته، یعنی اون حس اطمینان امنیت از بین میره و یهو دیگه میبینی از اون ور پل افتادی و نمیتونی کارش بکنی. پس حواست باشه این چیزایی که بهت میگم و کم باید اجرا بکنی و کم کم، به خصوص که اگر توی رابطت داشتی تا الان ازش استفاده میکردی. مورد مهم بعدی رو ببینیم. این
نکته‌ای که میخوام بهت بگم خیلی مهمه. ببین، باید دیگه این حالتت رو متوقف بکنی که یک روتین خاص داشته باشی. زمانی که یک دختر تو رو میبینه، یک سری پازل ها رو کنار هم میچینه، از شغلت، از دوستات، از کارهایی که داری انجام میدی. زمانی که این پازل ها تکمیل میشه، دیگه خیالش راحته و هیچ دلیلی برای فکر کردن بهت نداره. باید حواست باشه اونجا توی مورد قبلی روتین رابطه رو گاهی لازم بود بشکنی، حالا لازمه روتین شخصی و فردیت رو بشکنی و یه مقدار از این حالت خارج بشی. یعنی چی؟ یعنی که همیشه از یه مسیر طبق یه ساعت از سر کار میای، میری باشگاه، میری میگیری میخوابی، با این دوستت فقط میری بیرون، اینجا میری فلان کافه رو فقط میری، این کارو میکنی. تازه اگر این کار رو انجام بدی و غرق اون دختر نشده باشی کاملا و همه ساعتات رو بهش اختصاص نداده باشی، این روتین رو داری و دلیل نیست بشینه فکر کنه قرار تو کجا باشی، چی کار بکنی، برنامه چیه، در لحظه چه اتفاقی قرار برات بیفته، بخواد پیگیرت بشه، بخواد برات تلاش بکنه، بهت فکر کنه، برنامه ریزی داشته باشه برات، حواسش بهت باشه، چیزای شبیه به این. یعنی لازم داری این روتین رو بشکنی حتما. بهش فکر کن اگر آدمی هستی که کاملا منظمی اون حالت ها رو داری. اجازه نده همیشه پازل هاش تکمیل باشه و دلیلی برای فکر کردن یا داستان توی رابطه نباشه. مورد مهمی که میخوام بهت بگم اینه که لطفاً کمتر مثل پسرای خوب رفتار بکن. منظورم چیه؟ آره واقعا کمتر مثل پسرای خوب رفتار بکن. پسرای خوب همیشه موافقن، همیشه در دسترسن، همیشه همه چیز آرومه، طبق برنامه از همه چی عالیه. نه استاپ کن، چه خبره؟ ابراز وجود بکن، مخالفتاتو اعلام بکن، علایقتو بگو، دوست داشتنیهاتو بگو، دوست نداشتنیهات رو بگو و اجازه بده یه ذره داستان و هیجان توی رابطت وجود داشته باشه. همونطور که توی موردهای قبلی گفتم باید روتین رو بشکنی، توی اخلاقیاتت، شخصیتت و رفتارهایی که باهاش داری، درسته همه میگیم عاشق آرامش تو رابطه هستیم، اما اینکه همه چیز یه چیز مشخص شده و منظم باشه، هیچ داستانی، هیچ مخالفتی وجود نداشته باشه، به این معنی که تو خودت نیستی و فقط داری ادای پسرای خوب بودن رو در میاری و دقیقاً اینجا همون جاست که ترد میشی و با خودت میگی شاید پسر بد بودن بهتره. در صورت که اینطوری نیست، فقط کافیه این مورد و گزینه رو عوض کنی، چیز دیگه ای لازم نداری. مورد مهم آخر. مورد مهم آخر اینه که باید یه ذره مرموز تر باشید. لطفا اینقدر زندگیتون رو نباشه. اینقدر از اولش همه چیز رو تعریف نکنید. از ماه اول همه چیز رو نگید، همه چیز رو بیان نکنید. یا اصلا چند وقت زیادی، چند سال از رابطتون گذشته، اتفاقات جدید رو اینقدر کامل نیاید رو کنید، همه چیزش رو بگید. یه اشاره های ریزی بکنید، اجازه بدید یکم کنجکاوی کنه، یه ذره فکر کنه، براش سوال ایجاد بشه، خودش بیاد یه سری چیزا رو ازتون سوال بکنه، خودش دنبال کشف کردن و پیدا کردنش بیفته. اجازه بدید فکرش مشغول شما بشه. البته باز هم دارم تاکید میکنم حواستون باشه به پنهانکاری و دروغ و بقیه موارد نرسید. منظور من اصلا اینا نیست. منظور من هر کدوم از این 4-5 موردی که گفتم اینه که ذره ای ازش استفاده بکنید و اینقدر قابل پیشبینی، کسل کننده و روتین نباشید. اجازه بدید کارهایی رو داشته باشید که فکرش مشغول شه، بهتون فکر کنه. حالا هرچی بیشتر بهت فکر کنه، هرچی بیشتر برات وقت بذاره، هرچی بیشتر برات تلاش بکنه، براش ارزشمندتر هستی و بیشتر داری اون زن رو جذب میکنی. حالا چه دوستت میخوای جذبش بکنی، چه همراهته، همکارته، چه همسرته، چه پارتنر حال حاضر یا چند سالت هست. فقط کافیه شروع بکنی کم 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 دوز خیلی کمی از این رفتارها رو نشون بدی. حالا اگر روش دیگه شبیه به این رو بلدی کامنت بکن تا بهش بگیم که تا بهت بگیم که به کار میاد، اوکی هست یا نه.